آقای خلجی سلام بر شما. سلام بر شما. شما به کرات در مصاحبه هاتون و همچنین در مقاله‌ای که نوشتین اشاره کردین که رژیم ایران یک حکومت توتالیتر یا تمامیت خواه است و در چنین حکومت‌های امکان انقلاب وجود ندارد. از امکانهای دیگه ای صحبت کردید، مثلا جنگ یا فروپاشی. الان با توجه به اتفاقاتی که داره میفته از دیروز تا الان، یعنی حمله حماس به اسرائیل و تبریک و اون جشنهای شادی که در ایران به پا شده از طرف برخی ها، میخواستم تحلیل شما رو بدونم در این رابطه. هانا آرنت در باره تفاوت نظام‌های توتالیتر با نظام‌های استبدادی یا دیکتاتوری سنتی، یکی از مواردی که اشاره می‌کنه در دروغ گفتنه. ببینید، در نظام‌های دموکراتیک هم حتی حکومت‌ها ممکنه دروغ بگن، در دیکتاتوری‌ها هم طبیعتاً دروغ گفته میشه، اما در نظام‌های توتالیتر دروغ نمی‌گن. به چه معنا؟ به این معنا که اگر مثلا فرض کنید شما در یک نظام توتالیتر باشید، ممکن هست که یه روز روزنامه بخونید که مثلا فلان کس مرده، در حالی که او نمرده. اما در نظام توتالیتر وقتی میگن فلان کس مرده، باید برن اون طرف رو بکشن اگر نمرده باشه. اگر بگن روزنامه نگاران اجیر هستن، مزدور هستن، باید روزنامه نگاران رو بگیرن و ازشون اعتراف اجباری بگیرن که اونها خودشون علیه خودشون اعتراف کنن که ما مزدور هستیم. این در مورد اون چیزی که جمهوری اسلامی راجع به پایان اسرائیل هم میگه کاملا صادق هست. وقتی که جمهوری اسلامی میگه اسرائیل به پایان خودش نزدیک میشود، یعنی که ما باید اسرائیل رو به پایان ببریم. وقتی که میگن که اسرائیل به زودی از بین میرود، به این معنی است که ما باید اسرائیل رو یا میخواهیم اسرائیل رو از بین ببریم. این در پیشبینی نیست، این در حقیقت طرح و برنامه است که اونها به دنبالش هستن. معمولا در نظام های توتالیتر اشتباه محاسباتی در اوج قدرتشون صورت میگیره. جمهوری اسلامی الان ممکن هست که از نظر نظامی، از نظر تسلیحاتی، از نظر اطلاعاتی یک قدرت منطقه‌ای باشه و به قول خودش برد استراتژیکش یا عمق استراتژیکش تا مرزهای اسرائیل هم رفته باشه. همین اتفاقی که دیروز افتاد به هر حال اتفاقی بود که بی سابقه بود و برای اسرائیلی‌ها غافلگیر کننده بود که چطور تونستن این موانع بسیار جدی رو که اسرائیل روشون حساب میکرد، این موانع رو پشت سر بگذارن و چون این حمله ای بکنن. به هر حال این چیز کمی نیست، یک موفقیت بزرگی است برای جمهوری اسلامی. اما درست همین جاست که اشتباه صورت میگیره، یعنی که جمهوری اسلامی ممکنه که فکر بکنه که این تیر اول رو در این جنگ او شلیک کرده، ولی نمیدونه که تیر آخر رو چه کسی شلیک خواهد کرد. اگر جنگ در غزه به زمین کشیده بشه، یعنی اسرائیل حمله زمینی بکنه به غزه، اگر حزب الله لبنان هم وارد جنگ بشه، اگر سوریه از زمین سوریه به میدان جنگ بدل بشه، پای ایران هم به وسط کشیده خواهد شد و دیگر وقت جنگ نیابتی نخواهد بود و جنگ رویارو بین ایران و اسرائیل خواهد بود. در چنین شرایطی نیروی هوایی اسرائیل میتونه به تأسیسات زیربنایی ایران حمله بکنه. اگر چنین اتفاقی بیفته، احتمالاً کشورهای عربی کمک خواهند کرد، احتمالاً بسیاری از کشورهای مهم دنیا حمایت خواهند کرد و کار به جایی باریک میکشه. یعنی اینجاست، درست اونجایی که یک نظام توتالیتر در اوج قدرت خودش و اوج توانایی نظامی و تسلیحاتی خودش به اشتباه محاسباتی و دچار میشه و در حقیقت ضربه‌ای رو میخوره که هیچ دشمنی در حالت عادی نمیتونست بهش بزنه. بله، شما گفتین اگر چنین اتفاقی بیفته حتما کشورهای منطقه حمایت خواهند کرد. حمایت از اسرائیل منظور شما هست؟ بله، دست کم اینکه ببینید کشورهای عربی حالت دوگانه دارن، یعنی در ظاهر بیانیه‌های خیلی شدید و غلیظ علیه
اسرائیل منتشر میکنن، به خاطر این دورویی اعراب یک چیز راز فاش شده است. یعنی اینها یک افکار عمومی دارن که بهش میگن اشعار العربی. این شارع عربی یا افکار عمومی رو همیشه با این تبلیغات باید گول بزنن، ولی خب روشن هست که امارات، عربستان سعودی، بحرین، اینها هم با آمریکا ارتباط بسیار نزدیکی دارن، پایگاه‌های آمریکایی در اونجا هست، در همه این کشورها هست، و همینطور با اسرائیل رابطه نزدیکی دارن، و اینها اگر فضای هواییشون رو در اختیار اسرائیل قرار بدن، اسرائیل میتونه به راحتی برای حمله هوایی به ایران ازش استفاده بکنه. اون طرحی که اسرائیل داره در حقیقت این طرحی است که در 48 ساعت میتونه تأسیسات زیربنایی ایران رو هدف قرار بده. یعنی در عرض 48 ساعت میتونه آب، برق، سدها، پالایشگاه‌های نفت و اون چه که در حقیقت تأسیساتی که قوام و حیات یک اقتصادی کشور بهش بستگی داره در 48 ساعت نابود بکنه. این توانایی در جمهوری اسلامی نخواهد بود که پاسخ به اسرائیل بده و در نتیجه کشور رو به 50 سال عقب‌تر میبره. حتی اگر نظام سیاسی هم برقرار باشه، این نظام سیاسی با مشکلات بسیار حیاتی دست و پنجه نرم خواهد کرد. آقای خلجی، شما چقدر احتمال میدید که چنین اتفاقی بیفته با توجه به اینکه اسرائیل دیروز تقریبا غافلگیر شد و از همون دیروز تمام هوش و توانش رو گذاشته در نوار غزه؟ ببینید، اون چه که مسلم هست اینه که جمهوری اسلامی داره کاری میکنه که باور کنند همه که فرماندهی این عملیات در تهران صورت گرفته. یعنی وقتی که بیلبورد میزنن و روی دیوارهای خیابون میزنن عملیات تحریر الکبرا، یعنی عملیات آزادسازی بزرگ یا عملیات بزرگ آزادسازی، در حقیقت دارن میگن که این عملیات رو ما انجام دادیم، این کاری بوده که ایران انجام داده. وقتی که سران نظامی ایران تبریک میگن، ستایش میکنن، این معنیست که دارن عملا به تمام دنیا اعلام میکنن که ما هستیم که پشت سر این عملیات هستیم. طبیعتا این چیزی نیست که از چشم اسرائیل یا قدرت غربی مخفی بمونه، و طبیعی است اگر دامنه جنگ به جاهای خطرناکی بکشه، یک جایی که قطعا مورد نظر خواهد بود برای اسرائیل برای حمله ایران هست، و یک تصفیه حساب 45 ساله که اسرائیل داره با ایران، این تصفیه حساب انجام خواهد شد. مخصوصا تاسیسات هسته‌ای ایران و تاسیسات موشکی ایران میتونه هدف اول باشه. آقای خلجی، شما فکر میکنید اتفاقاتی که افتاده به اون بازسازی پول عظیم ایران توسط آمریکا ربطی داره، با توجه به اینکه خود آمریکا این رو تایید نکرده و گفته هنوز به اون پول دست نخورده؟ ببینید، این عملیات که انجام شده عملیات خیلی پیچیده‌ای بوده. یعنی نشون میده که از خیلی وقت پیش برنامه‌ریزی کردن و از خیلی وقت پیش برای این عملیات اینها سرمایه گذاری کردن، از خیلی وقت پیش تجهیزات لازم رو تهیه کردن. 5000 راکتی که شلیک شده اصلا عدد کمی نیست، و این تجهیزات احتمالاً اینها از چند سال قبل اطلاعات جمع‌آوری کردن، برنامه داشتن. و اینکه آقای خامنه‌ای مرتب در سخنرانی‌هاش تاکید می‌کرده که پایان اسرائیل نزدیک است، اسرائیل به زودی از بین میره، اسرائیل به پایان خودش نزدیک شده، یعنی در حال برنامه‌ریزی بودن. برای اینکه همچین کاری بکنن و پول بیش از اون چه که گرفتن نیازمندن، یعنی اون هزینه که برای این شده خیلی بیش از این پولی که الان گرفتن از آمریکا بابتش هزینه شده و هزینه میشه، و احتمالاً این مسئله نیست که در یکی دو ماه پیش فقط اتفاق افتاده باشه. این یک سرمایه‌گذاری چند دراز مدت هست و یک اتفاق بی‌سابقه. این چنین رقم زدن نشون میده که براش بیش از خیلی خیلی بیش از اینها جمهوری اسلامی سرمایه گذاری مالی کرده. سپاسگزارم آقای خلجی. سوالات بعدی رو فردا همین ساعت با شما. ممنونم. خدا حافظتون. خدا حافظتون.